اگه دنبال کار تخصصی تو رشته فنی میگردین اگه مهندس مدیر پروژه معمار یا تکنسیان هستین دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید خب سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عرض ارادت و تشکر از همه دوستانی که تشریف آوردن تو این جلسه خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت تو هستم امیدوارم که جلسه خوبی بوده با... خوبی باشه براتون و جلسه کاربردی باشه یعنی انتهای جلسه احساس بکنید که این وقتی که گذاشتید و زمانی که گذاشتید برای این جلسه بی ارزش بشه بسیار خب توی جلسه قبلی که حالا نمیدونم یه سری دوستان بودن یه سری دوستان هم ممکنه که نتونستن مثلا تو اون جلسه حضور پیدا بکنن یه دوره کوچ... کوتاهی من بکنم از اون چیزی که مد نظرم بود و پوینت هایی که باید ارائه می شد توی ده حقیقت کار گرفتن توی کانادا که موضوع چلنجینگی است و به عنوان اولی و مهمترین دقدقه اکثر کسانی که به عنوان مهاجر دارن تشریف میارن پیدا کردن جاب توی کامیونیتی ایرانی و کامیونیتی ما با توجه به وضعیت کشورمون با از اون کشور که داریم خارج میشیم با توجه به نرخ در حقیقت برابری ارز و با توجه به اینکه پول ریالی زیادی باید خرج بکنید اینجا تا بتونید ستل بشید جا پیدا کردن خیلی میتونه اهمیت پیدا بکنه که زودتر بتونید اون جاب مورد نظرتون رو پیدا بکنید از طرف دیگه یک شرایطی هم وجود داره مثلا من اگر که جاب رو بخوام سریع به دست بیارم ممکنه تن در بدم به کارهایی که پروفشنال نیستن کارهایی هستن که خیلی درآمد خاصی ندارن از اون آب و گل من در میام اون مدت ابتدایی بله خب یه داونسایدش و در حقیقت اون ترید آفی که این وسط اتفاق میفته اینه که خب من رفتم توی تیم هورتون توی هوم دیپو توی یه شرکتی دارم کار میکنم به عنوان فروشنده به عنوان کشیر به عنوان انواع اقسام کارهایی که در حقیقت خیلی کارهای جنرالی در حقیقت حساب میشن تو اون قسمت ها میرید کار میکنید این بسیار خوبه اگر که بهش این شکلی نگاه کنید که من دارم میرم کالچر رو یاد میگیرم فرهنگ رو یاد میگیرم زبان انگلیسی بهتر میشه و بعدها باید برم به سمت اون سیستم پروفشنالی که انتظار ازم میره توش کار بکنم خیلی همون مهندسیم دکتریم نمیدونم مدیر پروژه هستیم اما با اقسام پوزیشن هایی که ممکنه داشته باشیم اون پوزیشن ها توی ایران ما به دستشون آوردیم آدم موفق شده ولی الان که برگشتیم یعنی اومدیم کانادا نمیتونیم الان اون جابا رو به دست بیاریم علتاش رو اومدیم جلسه قبلی بررسی کردیم گفتیم آقا مهمترین فکتوری که باید در نظر گرفته بشه واسه جاب گرفتن اولینش لنگویج بحث لنگویج بریر و بحث زبان انگلیسی بسیاری از اینترویو هایی که ما میریم بسیاری از کارهایی که در جهت جاب پیدا کردن می کنیم شامل نتورک کردن رزومه نوشتم سرچ کردن در مورد جاب ها با آدما گپ و گفت کردن به دلیل عدم کامپیتنسی و عدم داشتن توانایی در زبان انگلیسی خیلی مختوش میشن خیلی وقتا موفق نیستن و در سرای زیادی پیدا میکنن یادتون باشه اولین و مهمترین اسکیلی که باید تو خودتون رشد بدی بحث زبان انگلیسی کلا کسی که زبان انگلیسیش خوب نیست مجبور تن در بده به کارهایی که حقوقش کمه بعض وقتا بخ... ممکنه اینترپرت بشه و ترجمه بشه به ابیوزیو یا هر جور دیگه به هر حال شما اگه یه مدیر پروژه خیلی عالی رتبه هستید پروژه های بسیار بزرگی هم توی ایران انجام دادید اومدید اینجا زبان بلد نیستید در حد یه کار کارگری ممکنه بهتون کار بدم ولی هیچ پوزیشن بالایی بهتون نمیدم به این علت که مهمترین اسکیل رو شما ندارید اینو یادتون باشه تو صدر تمام کاراتون زبان انگلیسی رو بزنید قسمت دوم بحث پروفشنال نتورک بود که آقا ما یک نتورک هایی رو باید ایجاد بکنیم دور خودمون که با آدم های اکسپوز بشیم که اونا دارن در اینداستری کار میکنن که ما هم علاقه داریم وارد اون اینداستری بشیم مهندسی باید برید لای مهندسا معماری باید برید لای معمارا ولی این جماعت رو چجوری پیدا بکنم که دفعه قبلی کامل توضیح دادیم اولویت دومتون نتورک یادتون باشه با نتورکتون کار میگیرید نتورکتون در انتها اون برگ برنده شماست که بازی رو براتون میبره قسمت بعدی بحث پروفشنال رزوم است ما حالا جلساتی داشتیم توی فناوران انواع و اقسام الان یه جلسه ای داریم به صورت حضوری توی ونکوور که همین یک شنبه برگزار میشه در خدمت دوستانی که توی ونکوور هستن به صورت این پرسن خواهم بود و جلسات متعددی هم به حال ریکورد شده وجود داره توی یوتیوب فناوران هست حتما بهتون توصیه میکنم که استفاده بکنید ببینید تقریبا همه آنچه که در مورد رزومه نویسی نیاز باشه رو گفتیم و ریکورد کردیم این هم پس بشه بحث رزومه قسمت بعدی بحث کنیدین سرتیفیکت بود بسیاری از شغلها بسیاری از جاب ها احتیاج به لایسنس سرتیفیکت یا یک دزیگنیشنی در داخل خاک کانادا داره روی بحث سرتیفیکت بسیار دوستان از من سوال میپرسن میگن آقا مثلا این دوره‌ای که ما میخوایم بریم سرتیفیکت داره مثلا من میخوام برم ام اس بخونم آیا سرتیفیکت بهم میدید کلا یادتون باشه سرتیفیکت کلا چیز مهمی نیست مگر اینکه از یک نهاد بالادستی باشه که وقتی که ارائهش میدید کاملا نوتیسبل باشه آدمای مختلفی اون رو داشته باشم مثل چی مثل پی که از یک نهاد بالادستی به نام پی داره ساده میشه سرتیفیکیت ولی انقدر اعتبار داره که تای اسمتون بزنید پی ام یعنی اون کردنشیال که در انتهای اسمتون میذارید کاملا قابل رکنایز کردن هستش و اون کامیونیتی که شرکت پی درست کرده انقدر بزرگ هستش که کاملا شما در حقیقت نوتیس میشید رزومتون میدرخشه و در اسپاتلایت روی رزومتون میفته برندتون قوی تر میشه پس سرتیفیکیت ها اون شکلی حالا من یه سرتیفیکیت رفتم مثلا دوره بیلینگ کود رو توی چردن کالج گرفتم های مهمه؟ عملا نه از لانگ از این که بتونی انجامش بدی یه سوکیت هیچ کسی هم از تو سرتیفیکیت خاصی نمیخواد ها من رفتم یه سرتیفیکیت مثلا از فناوران گرفتم آیا انقدر مهمه؟ انقدری مهمه؟ اونقدری نه واقع. من بازم به میگم ها سرتیفیکیت آف کامپلیشت. و سرتیفیکیت اف اتند است که مثلا توی سرتیفایت میکنه که شما حضور پیدا کردید یا یه دوره گذروندید انقدر اهمیت داره روی لایسنس های شغلتون فکر بکنید لایسنس هایی که باید بگیرید به عنوان یه به عنوان یه لولکش به عنوان یه دونه مهندس به عنوان یه آرکیتکت به عنوان یه مدیر پروژه به عنوان هر کسی که تو رشته فنی مهندسی که اسپسیفیکلی فناوران داره روی اون قسمت کار میکنه بحث دزیگنیشن ها و های معتبری هستش که گاورمت داره ارائه میده نهادهای های مختلفی هم هست ویدیوهای های متنوعی هم در موردش داریم که بازم رجوعتون میدم به یوتیوب فناوران واقعا یوتیوب فناوران مثل یک دانشگاهه میتونید ازش خیلی استفاده بکنید خیلی در حقیقت مطالب گسترده ای داره وقت بذارید و ادوکییت بکنید خودتون رو میتونید جواب خوبی بگیرید راه دیگهش اینه بسیاری از دوستان توی کامیونیتی ایرانی مخصوصا تازه واردین من روی صحبتم مخصوصا به تازه که زبان انگلیسیشون زیاد خوب نیست بعضی هم خوبه ولی گیجی اصلا اولش که مهاجرت بکنید خیلی گیجید همه چیز واسه خیلی مبهم و غیر شفاف توصیه اکیدی که بهتون میکنم اینه که توی یوتیوب فناوران خودتون رو ایجوکیت کنید اینه دانشگاه وقت بذارید ساعت زیادی آدم های متخصص و بسیار درست حسابی کامیونیتی خودمون رو دعوت کردیم تو جلسات مختلفی اومدن صحبت کردن چالوده همه صحبت هاشون اومدن اونجا کردن اگر آلترناتیو دیگه بخواد در مورد صحبت بکنیم چیه که من برم هی بپرسم هی بیام از این گروه بپرسم آقا اینا چیکار بکنم آقا اونو چیکار بکنم این الان چی شد؟ این قسمت چی شد؟ خب هیچ کس حوصله اینکه این که بیه دونه دونه به شما جوابای دقیقا درست رو بخواد بده واقعا نداره حالا ما تو فناوران توی گروه های تخصصیمون این کار رو انجام میدیم ولی واقعا زمان کلا یعنی گروه پی حد درقل بابتونم شد شاید مثلا در کل تو طول هفته با تماساش و تلفنایی که به من میشه هی hey, دونه دونه دوباره سوالای تکراری 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 همونایی که تو ویدیو گذاشتیم هی hey, میام میپرسم خیلی از من وقت شاید مثلا بهتون میگم چهار یا پنج ساعت تو طول هفته وقت مفید من رو میگیره که من دوباره همون چیزها رو تکرار کنم بخاطر من بازم بهتون تاکید میکنم اگر میخواید موفق بشید ما تقریبا جواب تمام سوالایی که به ذهن شما میرسه و تو کیسای مختلفی برای شما بخواد اتفاق بیفته تا این 4 پنج ساله دیدیمشون جواباش توی اون وبینارها دادیم به وبینارها رجوع بکنیم پس اینم بحث کنیدین سرتیفیکت قسمت بعدی بحث تکنیکال نالج تکنیکال نالج و نالجی که به صورت تخصصی تو کار خودتون دارید خیلی از شماها مدیر شدید خیلی از شما کار بیزنس خودتون رو داشتید حالا میخواد بیاد کار کارمندی بکنید یعنی میخواد یه نفر استخدامتون بکنه تو حقوق بده بابت کاری که دارید میکنید بسیاری از این دوستان تو زمینه های تکنیکال ضعیفن کدها رو بلد نیستن مخصوصا تو رشته های مهندسی معماری و تکنسی یعنی استانی کودهای فدرال بسیار اهمیت داره بهتون توصیه اکید میکنم دوره بگیرید خودتون رو ادوکییت بکنید تو رزومتون حتما عنوان اون کدهایی که بلد هستید رو بذارید و بدونید که خیلی کمکتون میکنه اینم پس قسمت پنجم و قسمت ششم کندین اکسپریانس خیلی از شما میبینید که یه سری کارهایی وجود داره که چون کندین اکسپریانس ندارید نمیتونید به دستشون بیارید راه درست و دقیقی که من میتونم به شما بگم عملی باشه و به انجامش بدید اینه والنتیر جاب بکنید توی کامیونیتی های پروفشنال مثلا اگر شما مدیر پروژه هستید توی چپتر پی که توی تورنتو هست و خیلی از جاهای دیگه هم هستش حضور پیدا بکنید و والنتیر بکنید حتما اکسپوز میشید به کلی از پراجکت منجر سینیور که میتونن کمکتون بکنن شما آخر سر جاب بگیرید کنیدین اکسپریینستون اونجا پر میشه به عنوان والنتیر و رفرنستون هم آدمایی میشن که توی اینداستری حرفی واسه گفتن دارن سوالی که مدام از ما سو... پرس میشه اینه آقا من میخوام برم توی شرکتی مجانی کار کنم آیا میتونید جوابش خیره شما حق ندارید و نمیتونید و غیر قانونیه که تو شرکتی که فور پرافیت هستش کار بکنید و در ازای کارتو پولی نگیرید آیا شما میتونید والنتیر جواب بکنید جوابش خیر جوابش خیر اما یک راهی داره بعضی از شرکت ها کارآموزی میکنن و به شما ساعتهایی رو آموزش میدن ساعتهایی هم به تو میگن کار بکنید اون روش ممکنه ولی خب بعضی مثلا میگن که آقا من میخوام بیام توی کارگاه شما فقط ببینم آیا من میتونم بیام نه مثلا هیچ کسی نمیاد همچین کاری بکنه چرا نکته اساسیش روی بعضی از دوستان میگن مخصوصا تازه واردین چون عدم اطلاع دارن فکر میکنن کامیونیتی ایرانی ساپورتیو نیست مدام گله و شکایت میکنن که این کامیونیتی چرا با ما کمک نمیکنه اصل ماجرا اینه قواعدی که باید توی این دوره اطرافتون باشه رو خیلی باید خوب بدونید این تکس لات سافتن کسی که مثلا 6 ماه اومده کانادا بعد میاد مثلا در مورد قواعدش نظر میده کلا آدمیه که خیلی یا هم عجوله همین که از نادانسته های خودش اطلاعی نداره یعنی خودش نمیدونه که نمیدونه و این خیلی مشکله خیلی مشکلی یعنی ما با کامیونیتی سر کار داریم که خیلی وقتا طرف اومده مثلا میگه چند وقت اومدی میگه مثلا دو, دو ماه اومده خود خب یک کسی که دو ماه اومده یک کسی که شش ماه اومده یک ماه که هشت ماه اومده اصلا نمی خودتون نمیدونید خیلی از قسمت ها رو که نمیدونید یعنی این رو من به تاکید بهتون میگم حالا بعضی روش رو نمیشه بهتون بگن ولی من بهتون تو جمع دارم میگم که حالا اون کسایی که خودشون میدونن بدون بسیار حالا تو این کلاس های مثل اکسس مثل کلاس های YMCA و برید بهتون میگن میگن پنج سال طول میکشه شما فقط اون قله رو دارید ببینید پنج سال طول میکشه تا کالچر و فرهنگ و روابط و موضوعاتی که توی کانادا هستش رو کاملا متوجه بشید پس بهترین کار اینه توی این مدت فقط سعی بکنید اطلاعات خوب از آدمای پروفشنال آدمایی که موفق شد آدمایی که شما به عنوان آدم موفق شو از راننده تاکسی نید بپرسید الان من برم, چیکار چی کار بکنم اون اگه میدونست که راننده تاکسی نبود رزومتون نبرید توی جایی مثل وای ام بدی درست بکنه چون اگه اون کسی که داره براتون درست بکنه خودش حقوقش 40000 تاست اگه رزومه نویسی خوب بلد بودش که خودش حقوقش 40000 تا نبود رفته بود یا حقوق 70000 تایی 80000 تایی گرفته بود این پروفشن آدم های پروفشن آدم های بسیار گرونی هم هستن اون آدم های گرون رو با نتورک درست با پلیزنت رفتار کردن با اینکه رفیقشون بشید دوستشون بشید میتونید استفاده کنید و اگر نه با ساعتی 100 دلار 200 دلار 300 دلار به یه آدم پروفشنال پول بدید که ساعتی بخواد با تو کار بکنه برمیگردم اینجا کانادین اکسپریانستون اگر که میخواید پر بکنید توی پروفشنال نتورک های سازمان های نات فور پرافیت ارگانیزشن والنتیر بکنید والنتیر کردن مخصوصا تو رده هایی که به گاورمنت رب داره هر کجا شغل ولنتیری گاور... والنتیری وجود داشت توی گاورمنت بدونید دروازه ورود و همون سیستم گاورمنتیه تو سیستم های پزشکی و درمانی که به شدت خوب کار میکنن والنتیر میکنن چمای کار میکنن اون آدمایی که قرار استخدامتون بکنن هم آدمایی است که باشون اکسپوزید اگر که رفتار پروفشنال و دقیقت اون اتیک سازمانی رو بتوید رعایت بکنید سوادتون تو حدی باشه که اونا بخوان حتما بهتون بشارت میکنن که شما بیاید و خودشون اصلا رفرنساتون میشن و یادتون باشه بسیاری از این جاب ها اینترنالیه یعنی درون سازمانی اصلا تا بخواد اکسپوز بشه بیاد بیرون توی ایندید شما بخواد ببینید رزومه بفرستید و اپلای بکنید این خیلی وقت جاوا رو زودتر به همین آدمایی که والنتیر میکنن تو کامیونیتی های مختلف در تماس و ارتباط هستن زودتر بهشون داده شده خیلی وقت اینترویو هاشان برگزار شده و شما دارید در مورد یک جاب سوخته در حقیقت وقت میذارید و دو میخواد اقدام بکنید در موردش پس کنیدین اکسپریانس امیدوارم کلیر شده بشه مخصوصا برای بچه های عمرانی که کار کارگاهی میکنن خیلی هاشون خیلی میان میپرسن که آقا ما چی کار بکنیم یه چیزم در مورد مثلا مخصوصا این دوستانی که عمرانی هستم اینو بهشون بگم چون خیلی سوال داریم و خیلی هم پارت بزرگی از این کامیونیتی ایرانی مهندسی که تشریف آوردن توی کانادا بچه های عمرانی هستن اگر کارتون کارگاهیه و تو کارگاه آدم قوی هستید you're not engineer انجینیر رو متوجه بشید انجینیر کسی است که طراحی کلکیولیشن و انالیسس انجام میده یعنی مهندس محاسبه یا مهندس مشابه اگر مهندس محاسب یا مهندس مشاور نیستید خیلی تو میگید ما قدیم بودیم قدیم و ولش کن الان آیا رو داری؟ اگر کامپیتنسی و اون صلاحیت ها رو تو بدن وجود خودتون میبینی یا علی مجد. هر کسی که لیسانس مهندسی داشته باشه میتونه پی انشه. ولی پی شدن یه مسیر طولانی داره کلی تکنیکال اگزم داره فرم پر کردن داره اینترویو داره لا و اتیکس امتحان دادن داره و بعدش آبلیگیشن های زیاد چرا باید پی شید خیلی وقتا اصلا نمیارسه اگر کارتون کارگاهی هستش اصلا سمت پی اچ اولاش حداقل نرید برید سمت پی پی برید سمت که یک کپ پارت های ترید رو خوب بیاد بگیری کد های بیلینگ اینجا رو خوب یاد بگیری اگه تو راه و پلساتی هستی برید کد های حالا مثلا مینیستری اف Transportation اونا رو یاد بگیری اگه که با بیلینگ سر کار دارید خب بیاد کد های بیلینگ آنتر بیلینگ کد پارت حالا National بیلینگ کد پارت 3 پارت 9 کلی همه هم این رو یاد بگیرید تو رزومه تون اصل کار کارگاهی تفاوت زیادی با ایران و اینجا نمیکنه بیشتر اینکه شماها معمولا راه پیدا نمیکنید به اون کارگاه ها به خاطر زبان انگلیسی تونه این چیزیه که به کرات دیدم یعنی من دوستانی داشتم انسان های بسیار محترم آدم با تجربه من خودم شخصا یکی از اون دوستان رو استخدام کردم توی کارگاه مرف خیلی هم شخص میگن مسلطی بودن تو پروژه بینالمللی کار کرده بودن ولی وقتی میرفت تو کارگاه واقعا کارگرها اصلا نمیفهمیدن اون چی میگه نه اون میفهمید کارگرا چی میگه آقا مسخره رو میکردن خیلی درد سر پیدا کرد اینو یادتون باشه اگر که مهندس عمران بودید تو ایران یور نات انجینیر هیر شما یه دانش آموخته رشته مهندسی هستید اگر میخواد مهندس بشید باید پی بگیرید آیا پینج برای تو میارزه تو بسیاری از مواقع برای مهندسین عمران که کارگاهی میخوان کار کنن نمیارزه مسیرش از یه سمت دیگه است اینو باید به ب... میگفتم که اینو در نظر داشته باشید تا اینجا خب تو... دوره د... دفعه قبلی حالا از الان بعد میخوام حالا در مورد اینترویو صحبت بکنم یه دور دیگه نگاه بکنیم چرخه پیدا کردن کار توی کانادا چیست بازم بهتون میگم کسانی که سرچ کردن بلد نیستن مثلا بلد سرچ بکنه سرچ بکنه تو گوگل اشتباهی رو خیلی وقتا رو کلیک که مثلا تبلیغات اومده اشتباه میزنن من رو به کرات توی آدما دیدم یعنی اصلا نمیدونی کدوم یک از سرچ ها اسپانسر دن کدوم هاشون اس او شده اومده بالا برها پیدا کردن نمیدونم خیلی وقتا مثلا طرف تو گروه پی ما سوال میپرسه که آه این گروه مثلا مثلا انجمن نظام مهندسی مثلا تورنتو چی ما یعنی سرچ انجینیر کنار مثلا یعنی اصلا واجه بکام، یعنی انجنیر انجنیر هم واژه انجینیر هم سرچ بکنید پیو زودتر بیاد یعنی انجینیر آنتوریو انجینیر بریتیش کلمبیا یه همچی سرچ ساده هم نمیتونه و این آلارمه آلارمش اینه زبان انگلیسی شماها ضعیفه و بسیار بدون اعتماد به نفسی یعنی می ترسید اشتباه بکنید حالا ما توی گروه های فناوران ساپورتتون هستی ولی واقعا اینجور سوالا رو نمیشه جواب داد بهتون توصیه میکنم ویدیوها رو ببینید یوتیوب فناوران رو ببینید وقت بذارید من وقتی معمولا میبینم کسی سوال اینجور میکنه سوال اینجور میکنه واقعا جوابش رو میگم کسی که برای خودش وقت نمیذاره خودش رو ادوکییت نمیکنه بهش میگم آقا برو یوتیوب ببین نه بینه. خب باید. چه کاری داره چرا من باید برای شما وقت بذارم والنتیر جاب بکنم من برای کسی که مشکل داره خونده با میدونه چی به چیه ولی کارش گیر افتاده ساعت ها حاضرم والنتیر جاب بکنم و کرم و این کامیونیتی فناوران خیلی هاشون بنفشاری شدن از این قضیه ساعت ها تو اینترویو ها کمکش کردم رزومه رو نگاه کردم ولی الان دیگه بستر درسته همه چیز جواباش هست به یوتیوب فناوران مراجعه بکن بگرد ما میخوایم کار پیدا بکنیم آقا من تازه اومدم دو ماه ها اومدم مهندس مثلا شیمی بودم توی ایران الان اینجا میخوام برم کار بکنم اولین کاری که باید بکنید اینه که جاب تایتلتون چیه چه جاب تایتلی میخواد بگیرید میگه خب من مثلا کمیکال انجینیرم انجینیر مختص کیست مختص پی انجاس. اولین سوالی که میخوایم. میگم شما پی انج داری؟ میگه نه میگم پس اولش باید بری بعد به سمت پی اچ حالا این ده مین وایل که دو سال طول میکشه تا شما پی اچ بشید میخواد چیکار بکنی چه پوزیشنی میخوای بگیری خیلیاتون پوزیشن ها رو بلد نیستید دفعه قبلی هم عرض کردم توی چت جی پی تی از چت جی پی تی که یه واقعا یه امیزینگه واقعا با توجه به این حجم اطلاعات درستی که میده و اون سرعتی که داره میتونه ازش بپرسید آقا من یک کمیکال انجینیرم 12 سال سابقه کار دارم تازه اومدم کانادا پوزیشن هایی که توی کانادا مهندسین شیمی میتونن کار بکنن میشه برم ردیف کنید 10 تا رو واسهتون در میاره از اون 10 تا دونه دونه سرچ بکنید توی ایندید توی لینکدین و من بازم بهتون میگم ایندید بای از همه اون یکی دیگه مثل جاب بانک و جای دیگه بهتر توی ایندید سرچ میکنید نگاه می بینید نه این پوزیشن اولیه خیلی با اون چیزی که انجام میدادید نمیخونه اونو میذارید کنار از اون لیست دهتاییه که جی... چت جی پی بهتون داده خط میزنید به ترتیب تا دو, دو تا رو پیدا بکنید یکی رو پیدا بکنید این من هم. این الان با شرایط کنونی امروز من میخونه اونو بذارید رزومتون رو بر اون اساس ببرید جلو پس من بازم بهتون میگم قدم یک برای شروع کار پیدا کرده اینه که جاب تایتل تو میدید اصلا جاب تایتل شما چیه چه پوزیشنی میخوای اپلای بکنی کسی مثلا خب من اکثرا بازم میگم همیشه که هم. میاد مدام میگم می آقا حالا هر جابی شد ما هر جابی بشه میریم راست رو بخواید مثلا من مثل ناخدایی هستید که میگه هر کجا من بشه کشتی رو میبرم آیا من سوار کشتی شما میشم محال ممکن کسی که خودش لاسته چجوری میخواد بره برسه به چی؟ ادوکیت ادوکیت بکنید خودتون جاب تایتل ها رو خط به خط بخونید ببینید کدومش شما چون من که نمیدم شما کدومی خودتون تو بدن وجود خودتون گوهر وجود شما که یه ارزش پیدا که من که نمیدونم کدوم هست که ما من فقط کمکش میکنم که شیپ بدیم شیپش بدیم کاناداییش بود پس یک جاب تایتلتون رو باید بلد باشید بر اساس جاب تایتل چی در میان دزیگنیشن ها و کردنشیالا. و کودها و موضوعاتی که باید راجبش بلد باشید همش در میاد نگاه میکنید میید پی ان خیلی هم زیاد نخواد فلان سرتیفیکت ممکنه خیلی بیشتر جا بعضی مثلا بچه های معماری خیلی هاشون میدونن اگر از الان شروع بکنن تازه رسن کانادا میخوام برسم به نقطه‌ای که معمار بشم پنج سال طول میکشه پنج سال طول کشیدم خب با چیکار بکنم الان من دزیگنیشن و سرتیفیکت و لایسنس تو استان آنتوریو و خیلی استان دیگه اینو حلش کردم. مثلا تو استان آنتوریو بهش میگن بیا برو بی سی آی این بشو یه سری کورس هست یه سری امتحان هست میدید خیلی هم سهل و تره راحت میتونید بهت کار بکنید حق امضای آرکیتکتی رو ندارید ها ولی حق امضای کوچیکو که دارید که اونو بگیرید خودتون رو اجوکیت بکنید یواش یواش طی اون 5 سال بذرشو بکارید که 5 سال دیگه آرکیتکت بشید ولی امروز خیلی وقتا اینجوری میگم یا خب الان من پوزیشنی که میخوام آرکیتکت میخواد منم آرکیتکت نیستم اگر پوزیشنی یه موضوعی رو از شما میخواد که شما ندارید اصلا نباید اپلای بکنید اصلا اپلای کرداش معنی نمیده یعنی you're not qualified for this job اصلا جاب مال شما نیست همه رو بریزید کنار اون جاب هایی که با شرایط ریالستی که شما امروز جواب میده اوکی خیلی دوستان مثلا بچهای مهندس مکانیک میام که آقا کدای مکانیک هم فناوران درس بده کدای مکانیک میشه اچ و پلامین دورای اچ و پلامین که به سمت رد دارن میرن همش داره کدها رو آموزش بده به تو توصیه میکنم اون کدها رو یاد بگیرید همون کدهایی هستش که باید توی طراحیاتون استفاده بکنید پس دوستانی که مهندس مکانیک هستن تو حوزه اچ تو حوزه پلامینگ تو حوزه طراحیه. در کار میخوام بکنن میتونن تو اون کلاس ها شرکت کنن ما های مهندس برق میتونن تو کد های برق ما شرکت بکنن ولی نمیخوام برن امتحان رد سیلو بدن ولی کد ها رو که یاد باید بگیرید دیگه کد یاد گرفتم بازم تو میگم یکی از قسمت های بسیار مهمه که تو اینترویو خیلی حالا امروز میخوام در مورد اینترویو صحبت بکنم تو اینترویو خیلی میشه روش مانوف داد پس جاب تایتل رو پیدا کردیم سرتیفیکیت ها و دزیگنیشن ها رو تو طول, طول مسیر پیدا کردیم الان قشنگ فهمیدیم که چه دزیگنیشن ها و سرتیفیکیت هایی باید بگیریم اونا رو که اپلای می کنیم که اشالا بگیریم توی این مسیر هم نرم افزار ها و موضوعاتی که پرتکرار توی چند تا جاب تایتل نگاه می مثلا جاب تایتل پراجه کوردینیتور توی از ده داشت هفت داشت زده که پی, ام پی دارید خب پس معلومه باید بری پی, پی بگیریم. از ده تا شیش تاش بهت گفته ام اس پراجیک یا پریماورا بلدی پس باید بری اونو یاد بگیری تو عین خودت مثلا از ده تا نه تاش گفته آ ام اس پراجیک بباشید مایکروسافت آفیس انکلودنگ ورد اکسل اوتلوک دمدامی هفا پاورپوینت اینا بلد باشید اگه بلد نیستید باید برید یاد بگیرید اینا رو که همشون درست شد خودتون پس دیگه میدونید چه چیزهایی تو هایلایت رزومت ماد ما بذاری؟ همینایی که داره بهتون میگه همین پرتکرارا اگه بی سی آینید با افتخار بنویسید بی سی آی این اگه که مایکروسافت آفیس بلدید اونجا بنویسید که تا چقدر بلدید اگه اکسل و ورد و بلدید اینا رو باید بشید من خیلی وقت میبینم توی مثلا کوالیفیکیشن هایلا... سامری یا هایلایت سامری رزومتون کپی پیست میکنید مثلا این کامیونیکشن اسکیل عالی یا خیلی در مورد سافت اسکیلاتون و موضوعات سافت اسکیلی صحبت میکنید توی رزومه یک مهندس یک آرکیتکت یک مخصوصا دیگه تکتسیان ها که دیگه اصلا اصلا در مورد سافت اسکیلاتون نمیخواد صحبت بکنید تو حوزه منیجریال یعنی تو برای که میخوام پراجیکت کوردینیتور بشن پراجیکت منیجر بشن در مورد سافت اسکیل ها از مثلا ده تا یک یا دو تا صحبت بکنید خوبه ولی خواهشن کپی پیست نکنید این کپی پیست خیلی چیزه یعنی من که مثلا روزی مثلا پنج تا رزومه میبینم میفهمم حساب کنید اچ اون شرکتی که روزی صد تا رزومه میبینه اون درجا میفهمه کدوماش کپی پیسته دیگه کپی پیست نکنید بر اساس اون رزومتون رو درست بکنید مخصوصا در مورد پروژه هایی که کار کردید چون بسیار از ماها پراجکت بیس کار کردیم پراجکتمون چی بوده من به عنوان مهندس چه پروژه‌ای کار کردم به عنوان آرکیتکت چه پروژه‌ای کار کردم به عنوان تکنسین چه پروژه‌ای کار کردم به عنوان یه مدیر پروژه چه پروژه‌ای کار کردم پروژه رو دیفاین بکنید یعنی پراجکت اسکوپ پراجکت دیوریشن پراجکت بادجت ریسورسی که در اختیار داشتید اینا رو باید به صورت داره. بریفلی و کوتاه و مختصر حتما بنویسید در موردشون که آدما بخونن یک بدونن تو طی روز چی کار کردید و بعدش هم که قسمت این هستش که چه پروژه‌ای کار کردی هر موضوع غیر مرتبط رو از تو رزومه‌ت حذف کنید مثلا من رفتم یه تز نوشتم تز پی در مورد مثلا موضوعات بسیار خیلی فاینات المنت مثلا نمیدونم در مورد موضوع کامپلکس اومدم چیز کردم الان من میخوام برم به عنوان یه مهندس اچ برم توی جای استخدام بشم آیا این نیازه آیا این کمکت میکنه نه چیزهایی که اضافه هستن رو حسبشون بکنید من یه جور با یه جمله میگم تو ذهنتون بمونه دو چیز نشانه تیره عقل است گفتن به وقت نگفتن و نگفتن به وقت گفتن چیزی که میاد سعدی چند 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 دست چند چقدر پیش گفته گفته آقا چیزی که دلیل نداره بگی برای چی میگی وقتی میگی ممکنه اعتبارت از دست بدی ممکنه یه ریسکی رو بیاری داخل اینترویو و وقتی میاد تو جلسات اینترویو اصلا مسیر جلسه خراب میشه خیلی وقت‌ها رزومه‌تو که نگاه یه سری کلمات کامپلکس و این حرفاست طرف که میخوای استخدام کنه میگه آقا من اینو بلد نیستم بیارمش استخدامش کنم چهار روز دیگه من باید بیام جواب پس بدم در حقیقت اوور کوالیفاید می‌کنی اوور کوالیفاید کردن یعنی چی یه یعنی چیزای سنگین عجیب و غریب بنویسید که به اون جاب دیسکریپشن نمی‌خواد اگر رفتی تز دادی تو دکترا نمیدونم دا ریسرچ کردی تحقیق کردی تز نوشتی کتاب نوشتی هر چی که نوشتی اگه میخوای پوزیشنه، استاد دانشگاه بگیری بنویس ولی یه مهندسی که فقط با یه لیسانس میخواد تازه اون لیسانس هم نمیخواد یه کالج دگری هم داشته باشید قبولت میکنه نباید اون رو بنویسی که دیگه از هر رو من از شمس دیگه پس من در مورد قضیه رزومه بهتون میگم از کجا شروع کردیم جاب جاب دایته دزیگنیشن ها سرتیفیکیت ها تمام مسائلی که باید ادوکیت بشیمو میدونیم چه چیزایی هست بعضیشون کار داره باید یه بازه ای واسه بذاریم و بعد از اون که کامپیتنت شدیم احساس کردیم که دیگه حالا میتونیم جاب رو بگیریم یعنی از اون جاب دیسکریپشن که از حداقل 80 90 درصدش رو داریم ستای اول که دیل بریکر است مثلا میگه که طرف باید حتما پی داشته باشه وقتی به میگه پی ان یا یا ای آی تی داشته باشید وقتی دیگه نیستی اصلا نرو سمتش اصلا از نات فور اونا دیل بریکرن اگر دیدید این شکلی هستش اپلای میکنیم حالا اپلای که میخوایم بکنیم گفتیم باید کلی نتورک بکنیم نتورک رو چجوری آقا پوزیشن هایی که الان میبینیم بازه تو کدوم شرکت ها هستن دوروبر خودمون تو ایندید میچرخیم یعنی ایندید میگه با فاصله 20 کیلومتری از شما من تمام شرکت هایی که دارم پوزیشن های باز دارم مثلا برای پروژه کوردینیتور به دارم نشون میدم نگاه میکنیم این مثلا دیویستا شرکت هم خب شرکت دیویست شرکت هم که شما باید تو اینداستری شماست دروبر خونتونه میتونید کامیوتینگ تایمتون رفت و برگشتتون منطقی و میکسنس میکنه خب تو اونجا میخواد بهت کار بکنه تمامشون رو فالا بکنید سعی بکنید آدم هایی که تو اون شرکت ها هستن رو بشناسید این میشه نتورک شما ما همیشه گفتیم به عنوان یه عدد پنجاه تا شرکت شما کلا احتیاج دارید کل کریرتون از امروز تا 30 سال دیگه که بخواد کار بکنید کلا پنجاه تا شرکت بشناسید و تو هر شرکت 5 دفعه آدم بشه میشه 250 کلا 250 نفر نتورک میخواد این نتورک رو تو کجا پیدا کنید لینکدین آخه معنی برم سراغ ایرانیان نه چرا ای باید سراغ ایرانیان ایرانی ها هم خیلی وقت حال میدن یه چیزی هم که داره توی کامیونیتی و این شکلیه همین خود شما رو نگاه بکنید الان که کار پیدا نکردی کلی انتظار دارید وقتی کار پیدا میکنید یه نفر که میاد بهتون مثلا چیز بده دیدم به کرات نه میگن نه حالا مثلا تو که مثلا حالا تو برو فعلا دوراتو بزن بزن طرف بره دوراشو بزنه بعدم بیادش یعنی کمک هم دیگه نمیکن نمیان بگیم ما دست این طرفو بگیریم من که انقدر سختی کشیدم دیگه این بنده خدا دیگه انقدر سختی نکشه همش میذاریمش تو اون طرفم هم دقیقا هم مسیری که سختی که شما کشیدی اونا میکشه بعض وقتا میبینید جواب نمیدن بهترینایی که همیشه جواب میدن تو لینکدین و واقعا کمکتون میکنن ایرانیا که هستن و خیلی هاشون خوبی هستن و واقعا یعنی دلشون واسه بقیه میسوزه و کانادایی ها من به تو میگم به و با مراتب بالاتر کانادایی ها بسیار دقیقا تو این قضیه راحتتر هستن و راحتتر کمکتون میکنن کمک بگیرید ازشون در مورد نتورک هم بهتون گفتم آقا وقتی میخواد کمک بگیرید زود نه تا یه دونه سلام علیک کردی آقا بیای مثلا این رزومه من بیا نگاه بکن یا چیز یک گپ گفتی بکنید یک کامیونیکیشن اسکیلتونو رو با تو اونجا نشون بدید گاهی میتونید مثلا سر صحبت رو با طرف باز بکنید خیلی از این سر صحبت باز کردن این حرفان باز برمیگرده به با اون زبان انگلیسی خیلی بلد نیستم و بازم میگم کسی که زبان انگلیسی بلد نیست تو کانادا به جای بالایی محال ممکنه برسه محال ممکنه همیشه تو ردای هرم مازلو رو در نظر که تو اون ردای پایی همیشه داره اسراگل میکنه که چیکار بکنم پول ندارم خونه نگرفتم عقب افتادم همش تو ضعف عجیب و غریبیه زبان انگلیسی تو رو خوب کنید زبان انگلیسی تو معلم های ایرانی نتیجه شده ماها نتیجه شده ما دیگه این زبان انگلیسی ما معلم معلم انگلیسی ایرانی نگیرید آقا ایرانی به دردتون نمیخوره معلم زبان کانادایی بگیرید لحجه خوب داشته باشه همون لحجه ای که تو کارگاه میشنوید همون لحجه ای که بیرون میشنوید لحجه درست داشته باشه کالچر بهتون یاد بده اینم که بهتون دفعه قبلی گفتم پس نتورک رزومه میدیم اپلای میکنیم نتورک میکنیم که ایشالله رزومه ما به دست اچ آر برسه از لحظه که رسید ایشالله که رزومت خوب باشه میرسیم به حالت به لحظه که بخواد برید واسه اینترویو معمولا اینترویو ها معمولا سه تا مرحله داره مرحله شماره یکش اون مرحله که یه اچ رزومه شما رو دیدید با کلیات رزومه شما و کیوردهایی که توش هستش موافقه میگه که من میخوام شما رو استخدام کنم آقای محمد امانی میشید در مورد رزومه خودت و یه توضیحی بدی اولین چیزی که هستش اون گپ و گفت ابتداییه گپ و گفت چاکرم مخلصمی که باید بلد باشید اگه بلد نیستید من بازم به تو توسعه میکنم ب... مثلا میدید خود کانادایی ها مثلا به جای که بگن Hello, هاو are یو what ار یو doing اینجوری با هم دیگه صحبت داریم که خودتون دیدید دیگه این مثلا میگه How's it گوینگ اون میگه هانگین اوت دیر این مثلا میگه او زنده میشو یه جور دیگه یه سر اینجور چیزا رو یاد بگیرید که وقتی باتون با صحبت میکنن متوجه بشید ولی انیوی anyway شما یه گپ و گفته چاکر مخلصم ابتدایی احتیاج داری که واز بکنی قضیه ولی اچ داره تو جهت شماست تو کمک شماست یادتون باشه اچ ها، آر ها در کل دوست دارن شما استخدام بشید اصلا با این اینتنشن دارم میان سمت شما مخصوصا که یه ثرد پارتی باشه یعنی یه ریکروتینگ ادوایزری باشه خارج از سازمان خب خیلی جا هستن اولا که بهتون میگم حتما با اون ریکروتینگ ادوایزری یا همهشون کار بکنید هیچ اشکالی شما هیچی از دست نمیدید یک چون خیلی هم میپرسم مثلا میگن که باید ریکروتینگ ادوایزری کار بکن. چرا که ریکروتینگ ایجنسی ها حتما باشون کار بکن. اگه بتونم ولیو واسه تو میارم اگه بتونم براتون شوق بدن که بینگو وای نات اول شروع میکنم میگن که اون دماد رزومتون توضیح بده پس در حقیقت شما برای ابتدای صحبت به یک elevation پیچ احتیاج داره elevation پیچ چیه؟ آقا من کیم؟ چی کار کردم؟ ام ام توی ایران چی, کاره بودم؟ تو کانادا چجوریم؟ ایرانشو بکنید یک به ده نه تا از دهشو در مورد کانادا صحبت بکنید اگه 20 سال تو ایران مدیر پروژه بودی مهندس عالی رتبه بودی هی در مورد ایران صحبت نکن دی have any clue که اصلا ایران کجاست از نصفشون بپرسید ایران نمیدونن اصلا کجاست در مورد ایران خیلی صحبت نکنید بگید که من از وقتی که اومدید به عنوان اون مهندس عالی رتبه از اون موقع که اومدید تو چاپن ماهی که اومدید تو یه سالی که اومدید تو دو سالی که اومدید, اومدید، چیکار کردید زبان تو خوب کردی کد های بیلینگ تو یاد گرفتی رفتی پروفشنال دیولپمنت خودت کار بکنی اون چیزاست که ارزش داره اونو میخوام بشنوم اونو در موردشون صحبت بکنی. بگید در مورد کانادا چی فهمیدید anyway. یه سنس آف هیومر یه دقیق یه ذره حالت دقیقت شوخی طوری هم خیلی مهمه که توی روایتی که صحبت بکنید پلزنت باشه و خیلی دیدم میان من جای هلو مای نمیز محمد امانی فلان این کلی یه اینجوری چیز میکنه یه چیز بورینگی که اولش اصلا نمیتونه گوش بکنه با خودتون چند ده بار چند صد بار اینو باید تجربه بکنید تکرار و تکرار رو تکرار بکنید که تو ذهنتون بشینه مثلا من خودم یادم هر موقع میرفتم توی اینترویو ها میگفتن مثلا اینجوری میگفتن که مثلا میگفت چه سوال روتینش اینه tell me about yourself میگه در مورد خود هر چی هست بگو میشین اونجا ببین منتظر چی بشتم به داستان بشنبه روایت و اون گویی شما میتونه اون رو سر ذوق بیاره کیف بکنه من مثلا معمولا یه چوخی میگردم گفتم که من مثلا یه مکانیکال انجینیرم با 14 years of experience different مثلا اریاس رزیدنشیال کامرسال انداستری بلا 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 من میگفتم آی بود هایت انجینیرینگ حالا اینو هر موقع اینو میگفتم همیشه میخندیدن اینو یاد گرفته بود یاد گرفتم ازشون دیگه یه چیزی احساس کردن مثلا گفتم آقا من مهندسم اول از مهندسی متنفرم حالا اینو شما میتونید یه جوره دیگه یه چیزی دیگه یه جور بگید که نوتیس بشید یعنی توی اون چند تا کاندیدتی که قراره بیان شما رو اینترویو بکنن شما نوتیس بشید یادشو بمونید عمو محمد است که میگفتش که من از مهندسی بدم میاد یادشون میمونه پس این روایت دو دقیقه ای رو برای خودتون درست کنید چیکار بکنید آه هر چی در مورد خودتون بلدید بنویسید تو چت جی پی هر چی. من اینم چنینم چنانم من اینجا نمیدونم بزرگترین کارخونه ایران رو درست کردم مهندس عالی رتبه بودم شرکت فلان داشتم چون من دیدم خیلی ها. در مورد ایرانشون خیلی صحبت کردن میگه تو ایران این بودم میگه تو اینجا چی که هیچی آقا پس هیچی نیستی الان دیگه. اون بیر... اون که قدیم بودی اون که تو کانادا نیستی تو کانادا یه چیزی شدن اینه یا هی براتون میگردونم به اون ریشه های ادبیات و اخلاق فارسی که اینا همشونو خیلی شد دارید یا تو میدون یک ق... یکی قطر باران زبری چکید یا اتون باشه اگر که خودتون زیادی دست بالا بگیرید بازم دوباره جاتون نیست نگاه میکنم خب میگم تو مثلا دو ماه اومدی زبان انگلیسی که خوب نیست هیچ دزیگنیشن و سرتیفیکت تو هیچ جایی داری میگم من تو ایران چنین بودم چرا بودم چون خودت بعد خودت وضع بکنی دیگه چون بیرون که دارم میبینه حالا تو هر چی در مورد خود بگی مردم نمیگن راست میگی تو اینی خیلی وقتا نیستید ما، من خودم روزای اول که اومدم همه کار کردم لوله سپتیک سیستم و فازلاب خونگی عوض کردم اتوکد کار کردم هر کار سطح پایینی که یه مهندس مکانیک جونیور سال اولی هم انجام شد با سختی بده انجامش دادن و یادتون باشه این دوران یک ساله اولیه این درد سرایی که داری میگذره و میره برگردان روی اون قسمت اینترویو اولین قسمت اینترویوتون چیست؟ یک نفر از سمت شرکتشون میشه ریکروتینگ سری باشه هیت هانتر باشه یه آدمی اپروشتون میکنه و معمولا با تون تلفنی صحبت میکنه تلفنی صحبت کردن بعضیاتون ضعف دارید خوب متوجه نمیشید یادتون باشه حتما از گوشی مناسب از چیزی استفاده بکنید که کامل کامل صدای طرف رو خوب متوجه بشید با دقت گوش کنید حتما کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید که بنویسید بدوی در مورد چه پوینت هایی میخواد صحبت بکنه و تو ذهنتون قبلش آماده کرده باشید اینکه شما کی هستید چه سرتیفیکیت هایی دارید چه دزیگنیشن دارید کجاها رو دارید کار میکنید اکسپریانس قدیم چی بوده پروژه چی بوده چه کد هایی بلدی چه نرم افزارهایی بلدی همه اینا رو در موردشون باید صحبت بکن به صورت ریف و سری من کودهای های کد و کد پارت 3 و 9 کامل خوب بلدم اتوکد و روید بلدم 15 سال مثلا مهندس بودم الان رو دزیگنشن پی ان دارم کار میکنم پی ام پی مود مثلا دارم کلاس میرم یه چیزای کلی که اون کلماتی که هی تو ذهن اون طرف هستش هی به قول معروف رینگ بل بکنه هی زنگش بخوره که بگه آها این کاندیدیت درست پس بسیار خوب خب اولین قسمتش میاد بهتون میگه یه دو باتون رزومتون رو ریویو میکنه معمولا اشاره این کارو میکنه یه دو باتون رزومتون رو ریویو میکنه چند سال اومدی اینجا خیلی وقتا موضوعات ابتدایی رو ازتون میپرسن آها مثلا ورک پرمیت داری نمیدونم پی داری یه سری از این داستان هم احتمالا میپرسن که اینشالله اون قسمت اولیش رو جواب بیدید تو قسمت شماره یک اگر رد میشید یعنی زبان انگلیسیتون یا خیلی خرابه یا آن چیزی که توی رزومتون نوشتید نتونستید اصلا بیانش بکنید تو جلسه یک که معمولا به تو میگم ریت شدن توی دقیقت اون فونکال ابتدایی به شدت پایینه مگر اینکه خیلی بد کار کرده باشید که تو اون قسمت من به عنوان مثال خودم اولین و تلفنی با بانک سی آی بی سی بود که یک دوستان زحمت کشید و کمکم کرد رفتم اینترویو اصلا وسطاش نفهمیدم اصلا طرف داره چی میگه واقعا ت... کلمات تکنیکال و این از هم پرسید اصلا واقعا اینترویو اه... اه... افتضایی بود من که خودم مثلا عرق سرد کرده بودم خیلی اصلا ناراحت شدم ولی واقعا سخت بود تکتیکال بود م... یه ذره موضوعات عجیب و غریب ازم پرسید اصلا بلد نبودم اصلا آماده نبودم anyway. بعدا خب سعی کردم خودم بهتر بکنم و آماده تر بکنم برگردیم روی قسمت آقا یازده تا نکته است باید تو اینترویو یادتون باشه یک جاب دیسکریپشن رو باید خط به خط بخونید اکثر دوستانی که میان پیش و من میگن محمد ما پس بعدا اینترویو داریم چند روز دیگه اینترویو داریم میه با هم دیگه رزومه رو ریویو بکنیم اولین کاری که من میکنم همین یعنی مهمترین کاری هم که میکنم که اکثرشون خدا تو این هفته پیشم هم سه نفر دوستان بودن که جاب هم... جابم گرفتن این بود که آقا من میشم باشون جاب دیسکریپشن رو خط به خط میخورم میگم میدونی معنیش چیه میدونی از چه سوالی میپرسه میدونی چه انتظاری ازت داره انتظارات اکسپکتیشن ها و سوالاتی که توی اون قضیه هستش رو کامل با همدیگه ریویو میکنیم این اولین و مهمترین کاری هستش که شما باید بکنید پس توی اینترویو از چه سوالی میپرسن؟ آیا من بعد برم نمونه سوال پیدا بکنم چون خیلی من میبینم تو ایندید و این حرفا میرم میگم اینا می چه سوال؟ آها نمیخواد تو هم جاب دیسکریپشن نوشته. وقتی میگه من ازت انتظار دارم که با استیکولر مختلف با نمیدونم کانترکتورا ها ساب کانترکتورا صحبت بکنی یعنی نگوشیشن اسکیل یعنی صحبت روی کانترکت صحبت روی اسپسیفیکیشن ها و کامینیکیشن اسکیل بسیار خوب اگر که داره بهت میگه من دوست دارم روی این قسمت ها مثلا مدام به من استاتوس ریپورت پروگرس ریپورت بدی پس یعنی سیستم ریپورتینگ بسیار واسه مهمه نوشتار شما بسیار مهمه پس باید آماده بشید اگه ازتون بپرسه مثلا در مورد رایتینگ تو این حرفا چجوری نه بگه رایتینگ هم خوبه و بگه من رایتینگم هم به حدی خوبه که همیشه داشتم تو رد وضعیت ها رو می نوشتم نمیدن ها رو می نوشتم. تو جلسات نوت برداری می کردم. اون چیزایی که اون دوست داره بشتمه آه تا حالا چهار بار مثلا ریپورت دادی بدونی چجوریه میدونی اصلا این ریپورت ها چیه اینا رو دوست داره بدونه پس اگه من بیام بگم بگم که بله من همیشه پروگرس ریپورت ها استاتوس ریپورت ها ریپورت هایی که اسپسیفیکلی استیکولر بالا دستی ازم خواستن رو بهشون میدم من میگم بینگ و دمت بیشتر پس یک جاب دیسکریپشن که ببینید آیا اصلا رزومتون الاین هستش با این جاب دیسکریپشن یا نه اینو تو اینترویو باید خیلی uh, یه وقتی دیگه قبول شده و رفته جلو یعنی الاین هست باید قشنگ بخونیدش بدون چه سوال های میاد دست بعد دوباره آقا چه کامپانی من دارم میرم توش این کامپانی چند سال در حقیقت تحصیل شده مدیراملش کیه اون کسی که میخواد با من اینترویو کنه اسمش چیه خیلی از ما including می. یعنی فکر کنید بدونید که من با دستم بالای خودم هم چیز دارم ولی من الان گرفتار اون داستان اینترویو اینا نیستم برای من یه ذره کلا سخته من کلا اسما رو خوب یاد نمیگیرم اسما رو حتما باید خیلی خوب یاد بگیرید برای اینترویو میرفتم ده بار مرور میکنم که با کیا جلسه دارم حتما پیداشون بکنم توی لینکدین شرکتی شرکت رو فالو بکنم اون آدما رو پیدا بکنم ببینم کیم اسم به اسم صدا کردن انسان ها تاثیر بسیار زیاد خو... و تاثیر بس بس بسیار مثبتی داره تو اینترویو ها آدمایی که باهاشون میخواد صحبت کنید رو به اسم بشناسه اگر که اچ آر میگه من میخوام یه جلسه واسط بذارم اول آها این یه نکته رو حواستون باشه جلسه اول تلفنی با تو صحبت کرد میگه که محمد کی من برات یه جلسه بذارم بگی که من وقتم آزاد هر موقع که گذاشه اونی که ناز میکنه آی من فقط دوشنبه ساعت سه تا پنج وقت دارم و پنجشنبه فلان داره چانسشو رو به شدت کم میکنه مگه جاب مگه دنبال جاب نیستید مگه مهمتر اولویتتون نیست چه کار مهمتری از اون دارید من معمولا میبینم خیلی دوستان که مثلا با اون میگن که آره ما دو تا ساعت رو... گفتم هر ساعت اعلام کرد میگفت دو شنبه سه شنبه چهار شنبه کل روز کاملا فلکسیبلن هر چی گفتش که همون ساعتی که گفتش میایم دیگه چرا اینترویو رو بخوایم از دست بدیم که مثلا ممکنه زمان نخوره این هم حتما در نظر داشته باشید فلکسیبیلیتی کامل 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 کامپانی ریسرچ قشن بدونید بدونید چه شرکتیه جاش کجاه چه جور اصلا جنرال کانترکتوره نمیدونم کانسالتینگ فرمه چیه چه کارخونه است چه چیزی تولید میکنه محصولاتشون چیه وبسایتشون کجاست بخونید در موردش خوب بدونید قسمت بعدیش یه سری لیستی از سوالایی هستش که معمولا تو اینترویو از تو سوال میشه اولیش tell me about yourself اینو دیگه همه تو میدین آه بگو ببینیم تو کی هستی من فلانی هم سرم اون قسمت بعد از اون قسمت اگر که در تکنسی هم باشید معمولا دو تا در دا اینترویو دارید اینترویو شماره که تلفنیه اینترویو شماره دو میتونه کارو تمام کنه معمولا تکنسی هم دو تا اینترویو داره تو اینترویو شماره دو یه ذره که در موردش خوندم میگم اوکی رد سیل داری میگه آره دارم چند سال کار کردی 15 سال چند تا سوال ازت میپرسن مثلا تابلو برق عوض کردی نمیدونم مثلا فلان کردی یه الکتریشنی دیگه مثلا یه سری ازت سوال میپرسن اگر اطلاعات فنی تو خوب باشه همونجا استخدام شد یعنی دیگه تمومه معمولا تکنسی ها یعنی خیلی زود تو این قسمت دقیقت میرن جلو اصل سوالایی که ازتون پرسیده میشه بسته به شرکتی هستش و کاری که داره میکنه پس اگه بخوای توش موفق بشی در مورد شرکت اگه بدونی که داره چیکار میکنه مثلا میره توی شرکتی برقکاری نگاه میکنه میبینید داره با زیمنس کار میکنه پس تابلوهای برق زیمنس و اون اسپسیفیکیشن که مال زیمنس هستش اونو باید در مورد صحبت کنید چیزی بلدی بلد نیستید تا قبل از اینترویو چهار تا ویدیو توی یوتیوب ببینید تمام چیزهایی که نیاز داری توی یوتیوب هست باز بتون میگم مجانی هم هست نگاه بکنید یه سری پس یعنی من یه سری کامن کوئسشن ها رو باید بدون یه کوئسشن خیلی مهم هستش که حقوقتون چقدره که اون رو من چقدر حقوق میخوای که حتما من بهتون میگم تو انتهای قضیه بذارید سر بیان پایدم. قسمت بعدی اینه آه اینترویو من ممکنه این پرسن باشه ممکنه آنلاین در هر دو صورت اپیرنس حضورتون قیافتون ظاهرتون نوع گفتارتون و بازم بهتون میگم ظاهر 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 بسیار اهمیت داره یعنی تو تحقیقاتی که میکنن ببینید تحقیقاتی که شرکت دانشگاه MIT انجام داده بودش با فاصله کسانی که خوش لباستر هستن خوش ظاهر تر هستن حرفشون با این که غیر منطقی, تر غیر منطقی باشه بیشتر مورد وسوقه ظاهر اهمیت داره پس به نور پردازی که اگه داری تو اینترویو ده آنلاین هستید بدونید تا زیر سینتون بعد در داخل کات قرار بگیرید اینا رو به ما کد یاد دادن منم اونا رو به شما دارم میگم نور خوب داشته باشید صدای خوب آ یه دونه میکروفون یه دونه نمیدونم مگه چقدر ارزش داره 300 دلار 200 دلار بگیرید که با یه ماه زودتر سر کار رفته همه هزینه هاتون در میاد اینوست بکنید همه ای چیزا رو جنسای خوب یه کاری بکنید که اینترنت خوب باشه وسطش دوره در بعضی من میبینم میان تو جلسه میزنن میگن که آقا دوربینم کار نمیکن آقا تو چه این داستانی هستش که تو میخوای بیا تو اینترویو یه دفعه میزنی مثلا دوربین دوربینت کار نمیکنه همه این قضایی ها رو از قبلش فکر بکنید توی مثلا به عنوان یه دونه تکنسین یا یه مهندس بخواد برید نمیخواد کت شلوار بپوشید کروات بزنید یه لباس پراپر هم یه دقیقت لباس نرمی که تو اینجا بیشتر میپوشن یه لباس معمولی بپوشید اوکیه فقط پراپر و تراتمیز که دقیقت چیز باشه آدم دیدم به کراتم دیدم با زیرپوش اومده با زیرپوش با زیرپوش اومده اونجا توی اینترویو همجوری کلش هم اینجوری کرده اصلا مل... مثلا فکر کنم مثلا اینجوری دیگه مثلا دو دقیقه خودت داری کلک خودتو رو میکن ظاهر رو بهش اهمیت بدید صد با ترو بعضی مثلا میگن نه آه. مثلا همش به سواد و این حرفا سواد و این حرفا و تکنیکالتون رو رجوعتون میدم به خانم دانیل که یه دونه ویدیوهای فناوران هم با ایشون ایشون ریکروتینگ ادوایزر شرکت اسنسی لولین بود که منو استخدام کرد الان تو شرکت WSP همیشه میگفت میگفت از 20 تا اسکیلی که تو اینترویو ازتون سوال میشه فقط یه دونش تکنیکاله 19 تا دیگهش سافت اسکیل تو یکیش همینه اصلا میدونی تو تو چه جلسه ای میخوای شرکت بکنی تو که به عنوان مدیر پروژه اپلای میخوای بکنی لباس پوشیدن بلد هستی حرف زدن درست بلد هستی به خودت رسیدی اصلا میدونی که تو چه قامتی میخوای بیا کار بکنی به 150 دلار حقوق بدی اندازه شغلتون باشید خلاصه اپیرنس و درس کن سوال شما اولین سوالی که وقتی که اچ آر میگه من میخوام براتون یه جلسه بذارم یکینه زمانتون کاملا فلکسیبله دو چه کسانی میخوام بیام با من صحبت بکنم؟ آیا بحث تکنیکاله یا بحثای دیگه ای هم هست ازش سوال بپرسید حتما سوال خوبیه قسمت بعدی هم این هستش که آیا درس کودی داری توی سازمانتون یا یعنی نه اگر این پرسن یا چیز کد بسیار اهمیت داره مثلا توی کانسالتینگ فرم ها خیلی وقت میگم با کد چلوار بیاید به خانم میگم مثلا با کد دامن بیاید خیلی مثلا توی لا فرم ها خیلی جای این شکل. خیلی جا مثلا نیست مثلا کد شلوار پوشیدن برای یه کسی که میخواد بره توی محیط کارگاهی مثلا به عنوان لوله کش کار بکنه it make sense. یعنی اونورش در نظر بگیرید اون محیطی که بخواد کار بکنید تحقیق بکنید در موردش قسمت بعدی رزومتون رو باید سر حفظ باشید اون خیلیاتون میاد توی اینجا مثلا یه رزومه ای دادید خودتون یادتون رفته از انقدر رزومه درست میکنید و تیلور میکنید و هی جابجاش میکنید اصلا خودتون نمیدونید چه رزومه ای دارید یه رزومه رو که در نهایت فاینالایز کردید باید کامل 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 بلد بشید تو کل اینترویو فرض بر اینه که شما رزومتون رو مسلط هستید و وقتی داره سوال میپرسه according to your resume جواب بدید تو اونجا نگید مثلا من تو شرکت مثلا مبنا کار میکردم اونجا زدی پراجیکت کوردینیتور بعد میگه آره تو مبنا چیکار میکردی؟ میگه آره من مهندس بودم اونجا نمیشه پراجیکت کوردینیتور یادتون میره بعضی وقتا همه‌شو باید بلد باشی یعنی رزومه خودتون کاملا مسلط باشید چون اینترویو خب خیلی در مورد رزومه شما صحبت میشه حتما به تو توصیه میکنم که اینترویوتون رو برای خودتون ماک بکنید ماک یعنی چی؟ یه نفر خانمتون همسرتون دخترتون پسرتون دوستتون هر کسی که هستش اون بر روبرتون بشین همین چهار پنج سوالی که داریم در مورد صحبت میکنیم بشین ازتون بپرسید یه دور ریپورت بکنید ببین چی جواب بدی بعضی من مثلا من خیلی وقت تو کلاسه حالا کلاسای مختلف خیلی وقتا میپرسم میگم کسی هستش که زبانش ضعیف باشه هیچ کی دستشو بالا نمیکنه میگم یه دو دقیقه یه الیویشن پیچ بگی وقتی ریکورد میکنیم همون موقع که داره لیست میادش پایین و دونه دونه از آدم میپرسن خیلی ها که انصراف میدن چون درو گفتن به خودشون دیگه تو اونجا که میخواد نمایان بشه خود میدونی که نیستی ولی خب حالا تو اونجا بارگین کردی و قلاف کردی مورد خودت که تو خیلی خوبی ولی نیستی اونجا که میخوای صحبت بکنی ریکوردش کن ببین ریکوردش کن می خودت گوش میکنی آیا با این لحجه خودت کلماتی که به کار میاد خود متوجه میشی داره چی میگه اگه بینه بذاش پلی یک دوستات اون متوجه میشی داره چی میگی اگه دیدید کلیه رو واضح دارید صحبت میکنی و با یه فلو مناسب دارید اون قسمت رو صحبت میکنی بده یور گود اگر نه تمرین بکن اشکال نداره چیزی که بلد نیستید اشکال تمرین میکنی بدترین قسمت قضیه اینه که بعضیا غلط دارن و غلطشون رو میکنن زیر فرش زبان انگلیسیش خوب نیست مدام میاد به هم میگه حالا زبان انگلیسی هیچی اونو دارم روش کار میکنم بقیه چیزا چی آقا زبان انگلیسی خوب نیست نمیتونی بری کار پیدا کنی کار خوب به کسی نمیدن که زبان انگلیسی بلد نیست اصلا نمیتونم باش حرف بزنن اینم هم همین داستانه لنگویجتون شمرده و واضح باشه اشکال نداره ما لحجه ایرانی داریم میگیم هلو هاواریو یو اینجوری صحبت کن اشکال نره که ما اینجوری هستیم اونا میفهمن از لانگ از اینکه بفهمن کلیه رو واضح باشه و کلمات تکنیکال رشته خودتون رو پراپرلی به توی توی اون اینترویو بیان بکنید یور گود پس قسمت بعدی شد چی اینترویو رو ماک بکنید واسه خودتون تستی چند بار امتحانش بکنید ریکوردش کنید همین توی زوم زوم همه هم رایگانش هم میتونید برای خودتون ریکورد بکنید ریکورد بکنید ببین خودتون چی گفتید یه بار که بشنوید خودتون دستتون میادش یعنی اون اصل داستانی که خودتون متوجه بشید کجایید قسمت بعدی بحث کنیدیم Workplace Cultural Understand اصلا دیدتون به این سیستم های کانادایی و رفتار پروفشنال کانادایی چی؟ یه ویدیویی من در مورد رفتار کار حرفه ای در کانادا گذاشتم تو یوتیوب هست از یک ساعت خورده ای هستش اونو حتما رجوع تو میدم اونجا چون به دیتیل بیانش کردم و در موردش خیلی مثال های مختلفی سرم بهتون توصیه میکنم رفتار حرفه ای رو از آدم های حرفه ای که توی اون اینداستری هستن مخصوصا کانادایی ها خوب یاد بگیرید رفتار حرفه ای یعنی اینکه کی حرف بزنی کی نزنی چجوری با آدما مخالفت بکنی دیدید بعض وقتا مثلا به معمولا ایرانی ها میگن میگن این کانادایی با لبخند سر میبرن با لبخند با صحبت میکنه نه دعوا میکنن نه بحث میکنن مثلا تو اینترویو شما با قلاده افتضام باشید تو کانادا هیچ کس بتونه گهات بچه یه لبخم میزنه میگه دمت گم حتما دف... به... ب... اگه که خواستیم باید پروسید بکنیم به زنگ بزن و به زنگ نمیزن این... از این پارتی از این کالچره داره میگه آقا تو هر چی هستی باید باشی یه نکته دیگه مثلا میخوام با همدیگه انتقاد بکنم کا از شما یه انتقاد بکنم اولش بهت اولا دمت گم که آد... مثلا تو این مدت داری زحمت بکشی یعنی یه چیز پازیتیو واسه نقدش رو بهت میکنه. میگه میگه بله اینجا مثلا بعض از این نکات رو زیاد حواست نیست نقدش رو میکنه دوباره یه تیکه دیگه پازیتیو باسوال گا میگن ساندویچ ساندویچ کردن موضوعات تلخ رو سعی میکنن تو دو تا قسمت مثبت جمع کنم به این میگه همون رفتار رو موضوع فهم ما از سیستم های کانادایی ما توی کانادا اگر میخوایم بریم از کسی انتقاد بکنیم نمیریم یه جور صفر به یارو انتقاد بکنیم که یارو داد و در بیاد خانم باشه یافدم فرد گریهش بگیره آقا باشه انقبش بر بخوره که بخوام باش دست به بشیم که بازم اون رو من دیدم یعنی مخ... مخصوصا میدل ایسترنیا نه اینکلودینگ ایران بسیارمون اگریسیویم یعنی خیلی زود تون صدامون خیلی زیاد میره بالا مثلا حواسه اون نیست که این تون صدا که داره میرید با اینکه داره لبخند میزنه هیچ آندرسندینگی از تو نره یه علامت سوال عجیب غریبه خیلی وقتا میترسن ازم. توی جلساتی که مخصوصا برای با مدیر پروژه و این حرفا ما جلسه داشتیم با چند تا مدیر پروژه کانادایی چند تا دوستان ایرانیمون که تو جلسه بودن هیجان زده که میشدن انقدر داد بی... دادی صحبت میکردن بسیار از جلسات ما دست اون در من گفتم شما هستن اصلاً, اصلا نمیخواد بیاد تو جلسه یعنی حضورشون با اینکه بار تکنیکال بسیار خوبی داشت بار سافت اسکیلی فوق ضعیفی داشت اصلا به این قضیه فکر بکنید کانادایی مهمترین چیزی که فکر میکنن که میخوان تو رو استخدام بکنن اینه ای که اصلا تو آدم خوبی هست اصلا دوست دارن با تو وقتشون رو بگذارنن یا نه دوستان یه همکاری مثل تو داشته باشن یا نه این داستان رو خیلی دقت بکنید حالا بقیه مواردشان که توی اون ویدیو هست اونو حتما ببینید من سعی میکنم تا پنج دقیقه دیگه جلسه رو جمع بکنم که بتونم رو جواب بعد از اینکه رفتیم تو اینترویو رفتیم آها تو اینترویو که دارید میرید تو اینترویو که دارید با طرف صحبت میکنید خیلی وقتا مدیر توی جلسه نشسته مدیرا معمولا کی هم؟ همونایی که میخواد استخدام تو کار تو رشته مهندسی معماری مدیر پروژه پروژه کوردیتو این یعنی تو جلسه سوم اتفاق بود و تو جلسه دوم چی بود تکتیکال بود جلسه یک هر که شما هستید رو یه دور باتون ریویو میکنن مطمئن میشن که رزومت درسته ولید آدم واقعی هستی که اصلا وقت بذارن توی تبیه دوم تکنیکال دعوتتون میکن تو جلسه دوم که میادش در مورد مسئله تکنیکال احتمالا خیلی باتون موضوعات چلنجیگی بیارم وارد بکن تو قسمت سوم اگر که دعوت بشید معمولا مدیری که میخواد شما رو استخدام بکنه و پول و حقوق شما رو از باجت سازمانی بده توی جلسه حضور داره نکته شماره یک اگر مدیر در توی اون اینترویو داره صحبت میکنه هر چی که داره میگه قشنگ لم بده پشت با دقت گوش بکن که داره چی میگه اصلا وارد صحبتش نشو به هیچ وجه توی صحبت آدما اینتراپ نکن به هیچ وجه حتی اگه نکته ولیدی داره یا داره طرف یه چیز اشتباهی میگه دوست مخصوصا دوست دارید چیز کردن که بهتون به شدت بگم که کار غلطی حتی اگه اون مدیر یا اون آدمی که اونجاست داره حرف غلطی میزنه هرچی گفت بگید بله چرا نه ما چه کل کلی داریم ما اون طرف ما بگیریم دیگه دقت بکنید مخصوصا ایرانی ها حالا خودتون نگاه بکنید میگم مکالماتتون رو ریکورد بکنید متوجه میشید هرچی بای دیفالتمون نه هرچی میگه میگیم نه ما میگم یا اصلا کلاممون رو میخوایم باز بکنیم حالا بچه ها که تو مدیریت پروژه و پراجی هستن من که سعی میکنم اونا رو بهشون به, به این چیز بگم ولی شما حالا خیلیاتونو افتخار رو افتخار آشنایی ندارم یادتون باشه نه رو از بزنید که اصلا نگاتیو صحبت کردن تو کامیکیشن اسکیل ایتس ا ویکنس برای چه اصلا ما محیط دور اطرافتون رو منفی بکنید پس خوب گوش کنید با دقت گوش کنید تا حرف خوب متوجه بشید اینترویو رفتیم با طرف داشتیم در مورد مثلا سقف ساختمون صحبت میکردیم یا هول شده یا متوجه نشه یا چیزی اصلا داشت داره مثلا در مورد نمیدونم داره صحبت میکن. بعد همه نگاهی میکنن این برابر حالا معمولا لبخند میزنن اون در برای خودش داره یه قصه ای میگه مش مثلا در مورد روفینگ چی میدونی این در مورد مثلا فریمینگ داره برای ما صحبت میکنه چرا خوب گوش نمیکن اکتیو لیسنینگ نداره اکتیو لسنینگ یعنی چی یعنی وقتی در طرف صحبت میکنه خوب با چشماتون با سرتون با این علامت های بدنتون نشون بدید که شما فالو دارید میکنید قشنگ گوش میکنید با دقتی اکتیو لسنینگ رو خیلی خوب دقت بکنید توی جلساتی که مصا جلسه سوم هستش یکی از مهمترین سوالاتی که ازتون میپرسن میگن که چقدر حقوق میخوای؟ حالا چقدر حقوق میخوای؟ چه حقوقی انتظار داری؟ من معمولا به کسی که اگر که رنج داشته باشه حقوق معمولا اینجوری میگم میگم که من اگر که جاب یکم باشه یه جور رفتار میکنم جاب دهمم باشه یه جور دیگه جاب دهم از یه ذره بالا به پایینم تازه نگاه میکنه ولی تو جابای اولتون یادتون باشه وقتی دارید صحبت میکنی مثلا میگه رنج حقوقیش گفته از 45000 دلار تا مثلا 55000 دلار من چی من چند بگم من اگه جاتون باشم بهش میگم که از هم بخن... چقدر حقوق میخوای میگم من همون 45 هزار دلار رو میخوام با یه آپشن یعنی میگم کمترین حقوق با یه آپشن آپشن چه که بعد از سه ماه با توجه به پرفورمنس من و حضور من و ولیوی که دارم واسه سازمان میارم یه دور دیگه در حقیقت راجبه حقوقم با شما بتونم نگوشیت کنم در حقیقت ریویو کردن پوزیشنم ازشون بخواد این بهترین جواب اگر که بینید رنج حقوقی نداره رنج حقوقی نداره من باشم میگم با توجه به ریسپانسیبیلیتی ها و اکانتیبلیتی اون رشته آن چیزی که به مدیر قبلی آدم قبلی که داشته تو پوزیشن من میدادید بدید ولی با دوباره آپشن ریویو کردن آپشن ریویو کردن این شکلی من مثلا خودم توی جابی رفته بودم اولش با حقوق 120 هزار تا رفتم ولی بهشون گفتم بعد از 6 ماه میخوام ریویو بکنم بعد از شش ماه که ریویو کردم خب شد سر چلو تونستم اونجا حقوق بهتره که خودم میخواستم بگیرم چرا؟ چون اول شیفه میگفتم 145 هزار تا باید با دو نفر آدم دیگه ای که اونا مثلا 130 هزار تا بودش مثلا میخواستن من از دور خارج میکردم من حقوق کمه رو گفتم سه ماه دیگه رفتم دوباره ریویوش کردم حقوق خوبه رو گرفتم پس این تریکشه توی ذهنتون باشه حقوق پایینه رو بگید بعدا ریویو میکنید چون دیگه کار رو زخمی کردید پارتی از داستان شدید سا... به سازمان اتت شدید بسیاری پروژه ها موضوعات به شما گره خورده حتما میخوان شما رو نگه دارید پس اون موقع چونه زنی اصلیتون توی بعد دارد داستان باش. جلسه اینترویو خب همونجوری که گفتم سعی بکن لاود صحبت نکن خیلی بلند بلند صحبت کن اینکلودینگ می من یادتون باشه من اینو که بیشتر میگم خیلیش ضعف خودم بوده که بهم هم گفتن پیدا کردم مثلا من خودم مثلا چون معلمم بودم آهای داد داد صحبت می‌کردم بلند بلند صحبت می‌کردم خیلی وقتا تو اینترویو مثلا هیجان زده که میشن م... کنترلش رو نداشتم که بعدا کلی ترن کردم که آرومتر آروم تر صحبت کنم آروم سوالا رو قشنگ جواب بدی تا اونجا که میتونید بعضی از سوالات رو بلد نیستید اگر بلد نبودید نباید بگید بلد نیستم معمولا باید یک جواب پازیتیوی تو این قسمت بدید یه موضوعی مثلا میاد به شما میگه آ مثلا تا شما طراحی جنراتور کردی به عنوان یه مهندس برق نه نکردم ولی به عنوان یه مهندس برق آیا میدونی مشابهش چه چیزایی است اونو نکردی چیز دیگه مشابهش انجام دادی چیز دیگه هست نزدیکش باشه یا مثلا و این داستان جنراتور هم یه دفعه پیش نمیاد اینو یادتون باشه تو جاب دیسکریپشن نوشته دارن تو چه کار میکنن با اگر که روش کار نکردید اشکال نداره که کار نکردید در مورد میگید آقا من عوضش در مورد موضوعات دیگه ای تحقیق کردم و خیلی هم دوست دارم توی این سازمان شما در این مورد مثلا طراحی جنراتور بدونم پس اگر یکی از من, من از یکی از یکی از من بپرسه محمد طراحی جنراتور کردی میگم که طراحی جنراتور با اون اسپسیفیکیشن هایی که شما توی سازمانتون میخواد انجام بدید تجربه چندانی ندارم توش من میبینید دارم کلماتش رو چجوری انتخاب بکنم ولی توی این مدت هم خودم رو خیلی دارم با توجه به جاب دیسکریپشن و دیدم که حوزه تخصصی سازمان شما این شکلی هستش خیلی رفتم دارم در موردش تحقیق میکنم و به نظرم میتونم از پسش بر بیام که اون طرفی که اونجا نشسته میخواد یه نفر باشه که بهش اعتماد بده که آقا من میتونم اینو انجامش بدم پس یادتون باشه بس بسیاری از رقیبای شما از ده تا سوالی که جواب داده میشه به مثلا پنج تاشون جوابای خوبی نمیدن شما باید سعی بکنید مثلا رو هشت تا نه تا سوال جواب خوب بدید که تون رده های بالا قرار بگیرید تو در مورد اینترویو ها و دقیقا سوال که چجوری اتفاق میفته یه دور دیگه به یه ویدیو دیگه که تو یوتیوب فناورا هست رجوع تو میدم که اسپسیفیکلی خیلی وقتا چجوری این قسمت های پازل کنار هم قرار میگیره چون من میخوام یه ذره ببرم جلوتر به قسمت بعدی رو بهتون بگم قسمت بعدیش اینه که اینترویو تموم شد یادتون باشه به تک تک آدم هایی که تو اون جلسه اینترویو بودن آدم ها رو پیدا بکنید و ارزم خدمتون اجازه بدید که یک نفر میکروفونش بازه من میکروفون ها رو ببندم حتما توجه داشته باشید بذارید من همه رو میوت کنم که صدا دیگه نید خب حتما توجه داشته باشید که توی بعد از جلسه اینترویو اینتر... جل... که تموم شد حتما به همه تنکیولیتر بدید تنکیولیتر یه چیز خیلی ساده ای ممکنه در نظرتون باشه ولی من بتون یه دونه مثال بزنم یکی از دوستان من خیلی پر انرژی و آدم بسیار در حقیقت هم هست تازه گرد دانش که دانشگاه دانشگاه یو افتی که فارغ التحصیل شده بود رزومه‌شو گرفتش گفت آقا من میرم شروع میکنم کار پیدا کردن میرفت دم شرکت ها میگه آقا مدیر آمل کیه فعلا خیلی زبون چرب و نرم خوبی هم داشت ماشاءالله میرفتش رزومه رو میداد آقا رفت مثلا دو روز که رفت گفت محمد من رفتم کار گرفتم گفتم دهنت گم چه کار گرفتی گفت رفتم مدیر عاملش رو چیز کردم مدیر عامل اومد منو به یکی از مهندسینش معرفی کرد کلی با همدیگه دیگه گپ و گفت زدیم حتی جایی که من میخوام بشینمم توی شرکت بهم نشوند ما دهنت گم چقدر عالی خیلی خوب شد یه دو سه روز بعدش هی منتظر شدید شد. خبری نشد زنگ زد به اون دو نفر دومه دو که مدیر عامل بهش معرفی کرده با این داستان چی شد دقیقا بهش یه جواب داد گفت من چهل و پنج دقیقه وقت ما گذاشتم کل این ساختمون رو بهت دادم کلی باید حرف زد یه تنکیو لیتر نفرستادی اوکی تنکیو لیتر از اون موضوعاتی که بسیار واسه شما مهمه حتما تنکیو لیتر بزنید حتما تو لینکدین با آدمایی که با... باشون اینترویو کردید وصل بشید ازشون تشکر بکنید پستی میذارن لایک بکنید پازیتیو پازیتیو باشید همه تو با گود اینتنشن و با پازیتیو اتیتود ببریدش چرا ان شاء الله که پس پست اینترویو معمولا آقا چند یه سوالای مثلا خیلی جنرال می مثلا مثلا معمولا چند وقت بعد فالوآپ بکن؟ آقا یه هفته بعدش حتما دوباره فالوآپ بکنید که چه خبر شد بعضی وقتا بعضی از پوزیشن ها به دلایل مختلف بسته میشن مخصوصا ما ها که پروژکت بیس کار میکنیم مثل مهندس ها تکنسیان یعنی ها آرکیتکت ها نمیدونم معمارا بخوام مدیرای پروژه ما هم هم پروژکت بیس کار میکنیم بعضی وقتا بعض پروژه ها میخوابه بودجش تموم میشه تصمیم میگیرن دیگه پراسید نکنن بعضی وقت برای فیزای بعدی میخوان شما رو استخدام میکنن به هر دلیلی پستپون میشه یا اتفاقی میفته روی این خیلی منفی نشید که آقا من مثلا جاب بسته شد یا چجوری شد یا مثلا تقلبی در کاره معمولا اینجوری نیست ولی یادتون باشه توی این روابط کاری جاب گرفتن بسیار به نتورکتون رب داره بسیار به نتورکتون اگه نتورک قوی توی سازمان داشته باشید حتما اینفلوئنس داره روی استخدام شدن شما پس it's all about who knows who بگردید آدمایی که ده حقیقت ممکنن اثرگذار باشن رو پیدا بکنید ولی تا وقتی که اون آدم های اثرگذار رو پیدا نکردید همین keep trying دیگه. انقدر try تا بشین این هم مال فالاپ بعد از اینترویو توی در حقیقت بعضی از شرکت ها بعد از اون که مثلا توی یه پوزیشن هایی ممکنه که شما رو اینترویو دعوت بکنن ولی شما رو استخدام نکنن یادتون باشه اگه تو مراحل بالا رسته باشید هنوز شما مد نظر هستید سعی بکنید به نحوی خودتون رو اکسپوز بکنید بسیار مثلا همین نمایشگاهی که نمایشگاه کانستراکشن که تا یک دو هفته پیش بودش توی تورنتو خیلی جاهای دیگه هم برگزار میشه توی این نمایشگاه ها اکسپوز بکنید خودتون رو به شرکت ها و خیلی از اون شرکت ها همونجا اصلا رزومه جمع میکنن من خودم توی یکی از همین نمایشگاه ها با یکی از کسانی که قبلتر اصلا با هم که صحبت کرده بودیم ولی برای جابی میخواستم اقدام بکنم ولی نه درست پیش نرفتش بعدا که دفعه بعدی دیدمش کلی اصلا اون به ازم استقبال کرد گاهی میشه دوباره یه دور که رزومه بم بدی این ارتباطتون رو با شرکت نگه دارید ممکنه نشده باشه فدا سرتون تو باشه 250 تا کانکشن ما گفتیم داریم این 250 تا کانکشنتون از دست بیشترین چیزی که دوباره تو سافت اسکیل ما که از ایران میایم ضعیفه اینه یه آدم وقتی که داره بهمون حال میده خوبه اون لحظه که یه بار به اون بگه نه یا یه تلخی با اون بکنه دیگه ریشه باید بذاریمش و داستانش اینه و از تو دو چشمون دوباره تو چش هم دیگه تو کامیونیتی میفته خجالت میکشه میکنستم بگیم آه ما با این طرف چی کار کردیم رابطه هاتون رو نسوزونید پروفیشنال اکت کردن پارتشن توی اینترویو تو مقام, مقام مقایسه ممکن یه آدم دیگه شما از شما یعنی به شما, شما, شما ارجح بوده باشه اون یکی انتخاب کرده باشه It's not personal با شما که هیچ بدرگاشیگه نشه که تا اونجا اومدید بالا که داره با تو صحبت کنید، شما رو انتخاب نکرده یا تو باشه روابطتون رو نگه دارید و قسمت انتهایی بحث لیگال و بحث های حقوقی قراردادی که براتون میفرستن و موضوعاتی که باید شما مد نظر قرار بدید به عنوان یک نفری که میخواد به عنوان یک پروفشنال استخدام بشید مد نظر داشته باشید خط به خط بخونیدش قراردادها رو ترم های لیگالش رو بدونید بدونید که کدام قسمت ها هستش که قابل نگوشیت کردن هست کدام قسمت ها نیست تو بند بحث قراردادتون یادتون باشه یعنی قراردادتون که با میپرسن میفرستن ممکنه به شما بگه که شما دو هفته فقط مرخصی دارید شاید بتونین چونه بزد که بکنید سه هفته ممکن هم باشه که اون دو هفته به هیچ وجه تکون نخوره بعضی از ترمهای قراردادی هستن که قابل نگوشیت کردن است بعضشون هم نیستن مثلا حقوقتون رو که بهتون بعض وقتا یه آفر میکنه اگر که باتون با در مورد حقوق صحبت نکرد حتما جای نگوشیت کردن اگر هشتا هزار تا بهتون داده هشتا دا چار هزار تا کردنش کار زیاد سختی نیست ولی یادتون باشه اندازه و عدد رو بدونید مثلا 80 هزار تا بهتون میدن یه تو دارید تو بگید 90 هزار تا حالا مثلا 5 درصد یه حد اکثر 7 درصد مثلا میتونید روش بالا پایین بکنید ولی اینکه دیگه یه دفعه مثلا 10 درصد 15 درصد 80 درصد 80 هزار تا به تو آفر میده و بگید 100 هزار تا it doesn't make sense باز هم بهتون میگم اینشالله که جاب اولتون موفق باشید از جاب اولتون انتظار نداشته باشید که یه حقوق درست ها در بیاد بیشترین کسانی که حقوقهای بالا میگیرن کسایی هستند که تو پوزیشن های کلیدی رو در حقیقت جا انداختن کارهای تکنیکال و موضوعات تکنیکال خوب یاد گرفتن نتورک قوی تو چند سال ساختن از یه شرکت به یه شرکت دیگه میرن در حقیقت تو کانادا این شکلی اگر که توی شرکتی دارید کار میکنید مثلا حقوق تو هشتا هزار تا است ده سال هم که کار بکنید مثلا حقوق تو شده نوود هزار تا ولی سه سال که کار میکنید تو اونجا حقوق تو هشتا چار هزار تا است یه جامب بکنید یعنی از یه شرکتی به توی شرکت دیگه ای یعنی بهتون سه هزار تا حقوق میدن یعنی یادتون باشه جابجا کردن شرکتون خیلی وقتا حقوقای درست حسابی رو اون شکلی میتونید بگیرید نمیتونید توی شرکت بمونید و همین شکلی رشد بکنید اینم است این امیدوارم که تا اینجایی که چیزایی که بهتون گفتم به دردتون خورده باشه گفتم یه ریویو کلی بکنیم یه ذهنیتی داشته باشیم دوستان برای قسمت نهایی صحبتم که اینو باش ببندمش خطابم به دوستانی هستش که در حقیقت مخصوصا تازه از ایران اومدن یا کسانی که با ماینست های منفی صحبت میکنن یادتون باشه هر چقدر در مورد بدی و دنبال مشکلات های آی ایران این شکلیه آی اینجا اینطوریه اینجا مثل ایران چه میدونم پارتی بازیه هر چیزی منفی بگید سرتون میاد شما ناخدای کشتی هستید کشتی تو کیه؟ زن و بچه تون شوارتون و بچه چه میدونم خودتون و دوست دخترتون هر کسی هستی توی کشتی در زندگی می... میبرید جور دیگه این جورنی لایفتونه هر چقدر منفی بهش فکر بکنید و منفی ببینید سرتون من شخصا اصلا حوصله ندارم یه آدم مثلا نقنق میکنه هی قور میزنه آیا اینجاش اینجوری آیا اونجاش اینجوری هست که هست این انوایرومنتیه این شرایطی که ما توی کانادا داریم کامپر با تقریبا تمام کشورهای مهاجرپذیر کانادا بهتر که شما کشور بسیار زیادی رفتن و کانادا برای شخص حقیر مثل هوم یعنی من کانادا هومه من هم میام کانادا اصلا فکر کنم اینجا خونه خودمونه مال خودمونه تو کانادا مال خودتون میشه این سرزمین رو میتونید یه قسمتش احساس بکنید اینجا خونه خودتونه اگر اولاش رو قشنگ درست تحمل بکنی کانادا بهتون سروت زیادی از جمله راحتی فکر و خیلی موضوعات دیگر رو بهتون میده که همونها رو کلان ندارید اون آرامشی که ندارید بسیاری چیزهای خوب تو وجودش داره که بهتون میده فقط تحمل بکنید یعنی یادتون باشه یه شب اومدید فکر نکنید یه دفعه میتونید رای صد ساله بید. تو ایران برای خودتون نمیدون. تو فلان شرکت داشتی کار الان اینجا بیان تو سر و حل, و حل با تو میکن وقتی که رسیدید کانادا وقتی مهاجرت کردید یا نوبادی نه کسی میشناستون نه دیگه اون آدمایی که میشناختید دیگه اینجا حضور داشته صفر صفر شد یه لوح نانوشته اید. روی لوح نانوشته تو هر چقدر تو خواست قرب بنویسید ببینید نتیجه چی میشه اونایی که کمر همت رو میبندن پشت کار میزن با پرزیستنسی و دقیقا کانسیستنسی کاراشون رو پیش میبرن تلاش میکنن پازیتیون نگاهش رو مثبت موفق میشن اونایی که معمولا قرقرو هستن هی hey, ایرادگیرن و این حرفا معمولا به جای نمیشن من با این چندین هزار نفر از مهندسین و و چه مدیر مدیرای پروژه این حرفا دیدم اون آدمایی که دو تا دو تا شو هستن یکی اون آدمای قرقروان هست یکی همون کسایی هست که توی دو تا کشور کار میکنن مثلا یه شرکتش هنوز تو ایران داره این ور هم هست از اون ور رونده از این ور مونده میشن معمولا این دو تا قش بیشترین قشرایی هستن که شکست میکنه. منو گفتم باهاتون در جریان قرار بگیرید همه آنچه که میخواید رو تو بدن وجود خودتون دارید یه قسمت های ضعف دارید صفحاتون رو بنویسید حلش بکنید قر نزنید این قر زدن و اخل... این نگتیف صحبت کردن به نظرتون این اون بریر اصلیه به نظر من اتیتودهای های ایرانی هستش که ما خیلی داریم یعنی افکان میدل سرنی هم چون من لبنانی هم باشون خیلی کار کردم اونها هم خیلی اینچه گلن حال امیدوارم که موفق باشید امیدوارم که فناوران انجمن و فناوران بتونه بهتون کمک کنم من شخصا کوچیک همتون هستم با کمال میل هر موقع که باشه میتونید تلفن من داشته باشید که همیشه هستش همه جا میتونید به من زنگ بزنید اگر یه جا... هینت کوچیکی میخواد یه موضوع چیزی باشه با کمال میل هم جواب تلفن تو میدم هم کمکتون میکنم کلاس های رزومه نویسیمون دوباره داره شروع میشه تو کلاس های رزومه نویسیمون بود کمپ بودکمپ یعنی اینکه هر آن چی که بهتون میگم باید دونه دونه اجرا بکنید و آخر سر نتیجه بگیرید بود کم مثل کمپ سربازی بهش بود کم اینجا کانادایی ها بهش میگم تو ثبت نام بکنید دوستانی که تو ونکوور هستن آخر این هفته یک شنبه توی کامیونیتی سنتر تو نورث در خدمت هستم به صورت حضوری که اگر رزومه ای داشتید چیزی داشتید با کمال میل در خدمت هستم بخونی با هم دیگه گب بزنیم نتورک بکنیم پازیتیو باشیم که بتره کنیم ان